به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های محترم تلویزیون طلوع، به برنامه زنگ خطر و سیلای بی خطر خوش آمدین. خدا کنه هفته خوشی را سپری کرده باشین. خوشی و سعادت شما آرزوی ما است. عبادات شما به درگاه حق قبول باشه. فکر میکنم آخرین برنامه رمضانی ما است. البته به برنامه ویژه زنگ خطر شما را دعوت میکنیم به هفته آینده که انشالله یک برنامه ویژه ایدی برای شما تقدیم میکنیم به عنوان ایدی. یک سلام خاص خدمت شما عزیزای که تلویزیون طلوع را بخصوص برنامه زنگ خطر مشتاق دیدارش هستین و خدمت شما عرض بکنیم که برنامه اخیر رمضانی بر زنگ خطر امشب است، طوری که ما نمیفهمیدیم که آیا فردا عید است یا نه. به مو خاطر یک برنامه دیگر، اگرچه نیام از عیدی کم نیست، یک چیزی سرش کار کردیم، این را خدمت شما تقدیم میکنیم. برنامه ویژه ما شب دیگر چهارشنبه شب حتما ان شاء الله خدمت شما خوب است. دوستان عزیز، حالا توجه شما را جلب میکنیم به اخبار این هفته. ببینیم در اخبار هفته ما چی گپا هست. این شما و یم و اخبار. سلام، امروز پنجم پیتانبر 2021 میلادی که مصادف است با 14 نیلامبر 1422 قبل از میلاد که مطابقت دارد با 30 گوشنمای 1355 هجری قمری. عبدالله قسم با یک نفر کارشناس مسائل ملی و بین المللی، اما پیش از اینکه نظریات و گپ‌های کارشناس محترم بشنوین، توجه کنید به شیره و شربت چند خبر وخکی. افشا کردن نرخ دلارها و از بعضی از اسعار خارجی سرای شاهزاده کابل توسط عبدالله کیسانی از بانک مرکزی. کارشناسی خیلی نمیکنی دیگه. اگه میتونی یک دو کلمه نه افشا نه، فقط یک دو کلمه که چطور است پیداگری دهی چهار سال مگه میرقم امی جواز چیره که داره. خب بفرمایید. یک سلام بر بیننده ها، یک سلام بر شما بیننده های عزیز. اگه یادتان باشه در سابق خوب همون موضوعی چی بود صاحب که دلار وقتی که از بانک میرفت چی در سرای شاهزاده میرفت بخاطر ثبات موچی پولی خود ما شما لیول یا مثال همون میزان پولی را که باید جور بکنه سابق بود صاحب که اونم میاورد به داوطلبی میمان که بیدر این قدر نرخ شما بخرین پیش از پیش نرخ افشا نمیشد. ولی در اواخر صاحب ماشیم که از طرف کی برای برادر کی؟ از طرف بسیار چیست این نفر وقتی که در اینجا در نظر ما که وقتی که میبینه که اینجا در چوکی نامدار است طرف یک جواز او اونجا میگیره. امی خوال شده مثلا من در گزارات بازسازی استم طرف بیادر خود بیدم شرکت ساختمانی جواز را طرف جواز گرفته است. ماشیم کی برای برادر کی یک دو روز پیشتر برش میگه که نرخی نیچی را ساجل بخر. از طرف اطلاعات فرهنگ رو عبدالله کیسانی نامگذاری شد نخواه. خب برو سیسته خیلی برو سیسته وقت سیب که میره پیسته سیب کلیش همو میخره. خدا هم چقدر وضعیت خراب بوده. خب ببینه تقاط چی میگه. این که پس یک چیزه که بالا را پیسته گوش که دیگه ایشه ای قدر صدای تا نکشده. نه از خاطر ای که دلار یک چیزه که بالا را تاثیرات شمو بود نی؟ چپق زدن تقریبا 400 تن آرد کمک شده پارسال روسیه که برای خانواده های به بضاعت غریب افغانستان کمک کرده بود توسط چند نفر زارخور بندر ایرتان که نظر در گفته کارشناسا مگه بسیار کم میخوردن کالا اینم آرد در گفته خودشون یا فاسد شده بود اینه بردیم در بازار سودا کنیم فاسد خورا. کارشناس چی بگه؟ در ارتباط همی فاسد خوری؟ اگه یادتان باشه در سالهای قبلی هم در یکی از گدام ها سب چندین صد تن گندم سب
اونجا ماندگی بود که خوبکایش کشیده بودن فروخته بودن، یک تعدادش که گنده شده بود بازور پیشنهاد کرده بود که صاحب ما یاردا و گندما صاحب گنده شده، لطفا شما اجازه بدین که ما این رو توسط حیات در دریای آمو پرتیم. یادتان اگه باشه یادم است یک مقدارش گرم کردن دفنش کرد، ابرش گرفتن صاحب در بازار توزیع کردن. یک مطلب دیگه ای که 400 تن خوب بیش از 6000 تن 6000 تن است که کشور چه نمونه بردن کشور دوست گفتم باش فاسد چی داره نه کشور روسیه کشور دوست به خاطر بهبود وضع نمی مسکینا و مردمای مظلوم و بیچاره که دست به گدایی میزنن و نان ندارن از خیمه زندگی میکنن، برای این مردم باید کمک شود. خب شما یک کلیپ که بسیار دوستای عزیز یک بسیار کوتاه کلیپ ببینین، از اونجا که باز نگوین شما تومت نکنین، شما ببینین کلیپ ما وزه گپ بزنیم. بسیار خوب، دیدیم بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. نه سعی کن کلش واسه خود دفاع کن، خیال بد ما بردیم اونه، شما نه تو بردی نه اونه، ما وزی بردیم اونه، شما و اشپال هست. خدا حافظ. باز خوش آمدید به اشپال هست امروزی ما دوستای عزیز، بسیار خوشحال هستم که باز در خدمت شما ما و همکار و دیگه همکار رو ما چون دیگه همکار رو کلا دوباره دوستای عزیز کلگی در خدمت هستیم. دوستای عزیز خدا کنه که برنامه اشپال هست ما طرف توجه و علاقمندی شما عزیزا قرار گرفته باشه. خوشحال هستم که امروز ما باز یک مهمان عزیز و گرامی رو دعوت داریم مطابق برنامه های گذشته خود. بله. کی آورده بود میمان ها را سای بینی ما را بودید؟ بله سای بود میمان ها نیست، میمان های سوپرستار های ماستن. این دفعه یک میمان بسیار خاص برد کسایی هستن که سوپرستار هستن سای که حتی با بلندپایه‌ترین شخصیت های این دولت سای رفتن سای ملاقات کردن سای در عکس گرفتن سای در بالیود هستن در هالیود هستن سای برنامه از او آوازخان بسیار عزیز هستن، بسیار البوم هایی دارن سای که مایکل جکسن سای ولاگه ولا که پیشش دو را پر کنه نمیکنه یعنی ستاره کهکشان موسیقی رو دعوت کردن چی لوپس چی جنیفر لوپس جنیفر لوپس اینا میگرفت این نگرفت جنیفر لوپس آن سب در رد چی افتیده مایکل جکسن مایکل جکسن که خبر شدی تو یک آنرمن برای خدا بیامرز بگه خدا بیامرز بگه خدا بیامرز با دو زمان گوش کن دو زمان مایکل جکسن از این آدم میترسی میترسی که یک روز یک کسی میه و برا سحنه شهرت بیرون میکنه. فکر کنم جنیفر عزیز چرا تو نمیگم تمام ستارهای جهان که است کمپوزای اینمی و هنرمنده میخوانند. بله بله ببینید مستر سنگیتا از بنگلادش نام روان کرد قبول نمیکنه که اصلا بریتاج نفت دروغ نگو دروغ گفته نه سنگیتا 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 بجلانی است سنگیتا است صاحب. خب خدمت شما صاحب آله از میمان عزیز و گرامی خدا دعوت میکنیم در استیج پر از محبت و صفا صاحب که اونا صاحب از اونجا موسیقی خود شروع میکنن. لطفا نمونه بگوین بیاین صاحب همکار عزیز پیش از اینکه اونا در روی استیج بیاین ما یک سلام خاص همونجا تقدیمش میکنیم که او پایین بیاید اگه امشالا پایین میاد بیرون میاد که میاد او باید دهانی خود میاد. خب از دوست خود خواهش میکنیم که لطفا تشویق بچه نا حسینو داخل شما پس بالا میرید بفرمایید طرف... سلام هلو هلو داخل شما سه پس بالا میرید بسیار زیاد خوشحال شدیم شما سه ماندن باشید زنده باشید خودتان فهمیدید بسیار کار عزیز واقعا ستاره خو همه تو باید باشید خدا شما یک چند سوال داریم به خاطر از اینکه برنامه ما وقتش کم است آهنگای تو هم زیاد است ما صاحب خبر شدیم در یکی از سایت های چی خواندیم صاحب هنری که شما صاحب در زمان سابق هم مایکل جکسن زنده بود شما صاحب رقیبی
اولیش بودن و مایکل جکسون میترسید. اصلا او مرا رقیب او خبر ده، او خبر ده پشما جکسون مکسون پشما آنتر نمیتن. میدونم منتها ما هدف ما چی است که جنیفر لوپس برای شما پیشنهاد کرده بود که شما یعنی یعنی پیشنهاد قبول نکرد. گرفت پیشنهاد گرفت روز آمدن گرفت پیشنهاد. تو از ما آدم بسیار شکر کم گرفت بود خدا گرفت. اما کاترینا کیف که چی شما را پیشنهاد کرد؟ هفته پیش گرفت ما خو چیست امیر هفته یک تا میگیری؟ نه خوی رقم است که من نه هفته یک دانه میگیری و میلا میکنه؟ بلی آزه خدا بر رو کدید شاکر بیدید بر شاکر بیدید نگو بسن دبی قسمت من دبی قسمت شاکر میشنو که کمی کاترینا را گرفتی ایلا کدی باز من میگیری؟ همکار عزیز جنیفر لوپیز نگی گرفتی ایلا کدی باز من میگیرم بشن؟ این خلاص دیگه من بله کسی هم خواه سیش همکار عزیز تو رو چی شده؟ ما حالا دیوانی کسی خیده زندگی شخصی ازی داخل میشه در برابر یک هنرمند در برابر یک همه اولی ناهنگی که دارسی خواهد جنیفر لوپز وقتی که گرفت شش ماه بعد پسیلاش حالا برو تو بگی همکار برو دلم امو آهنگی را که دارسی خود خوانده بود امور یک زمزمه اگر کنه که باز شما خاموش بگید مرا عادتم برای شما معلوم است که من به دخترش نمیخوانم فکر کدرید در یک رویاست در فلشبک در فلش بکستی بتنا ہے حسینو لو میں آ گیا بتنا ہے حسینو لو میں آ گیا حسن کی عاشق حسن کی دشمن دیگی شبوں نے ملزا تر گھر سے جدا بچنا ہے حسینو لو تشکر میشه امی آهنگ بود که چیز آرسی امی تا بچند سرم صدا کرد من میگم نخورین سریم نخورین سریم نخورین بر شما دوستای عزیز از اینکه وقت برنامه ما بسیار کم است و اینا هم میدن سب کشور هندوستان پیش کاترینا که بله بیا دلندن هستن نه آل امو شاهزاده انگلیس نیست امو خانش که بعد نو بچه شما در سنتی زوم خبر رستی خوب اونه که سنت بکنه نه نام شانیش بر نمی بریم خیلی سیست خیلی من وقت زیاد ندارم چیزی گفتنی اگه داریم بری نداریم نه سب خیلی دوستای عزیز دیگه میمان گرامی ما پس پرواز میکنن با آسمان ها سب دیگه ما میفهمیم کاترینا که سب دیگه ما میفهمیم ینگیت بشه پس نهیده دیگه برمان میمان نه آن میره دستی بیتی دختری بچه بطا حسینو نومه شما یکی از آهنگای از این ستاره معروف جهان موسیقی را و کوچه موسیقی را ببینید ما از خدمت شما رخصت میشیم برو تایید نفت خدا حافظ شما تا برنامه آینده خدا حافظ رفت زمین ما نیست اینجا بر ما جا نیست یک بلستم نمانده که جای ما فیانه هر جا زمین خالی است میدان چاروالی است کندم میرم که از کجا دقی سه شروالی است تفنگاره یا جیب شرنگاره ده هاوزی روی اولیش با
خط چپ گشتم ددان پیسه دارا غریب و تاجر گشتم زمین زمین ما نیست اینجا بر ما جا نیست یک بلستم نمانده که جای مافیا دوستای عزیز این خیزک خیزک زدن های ما فقط سو بید باشم سو بید هست انشالله خب دوستای عزیز شما را زیادتر به انتظار نمیگذاریم بریم سراغ دهی هفته صاحب خاله مخفی ما یک کم تکلیف داشته تکلیف جیگر داره فکر میکنم تکلیف داره خب سعیز گمشی شانه چی حال میگی که چی خود هرچی داشت تکلیف داره صاحب نتونستیم که در این هفته ما خاله مخفی خود نشر بکنیم که در کجا رفته ما در این هفته کاکا مخفی داریم صاحب این کاکا مخفی را ببینین که در کجا رفته به خاطر چی رفته چی مشکل مردم حل میتونه این شما شما و کاکا مخفی آی خدا چی حال است چی روز است همشب از پیشی و بس خاله مخفی باره کاکا مخفی جور شده باز که در کجا هستی؟ لگه بفهم ای نه یافتم شده یافتم به قرآن برق یافتم ای که گم شده بودی کجا رفته بودی اوی صدقه چهام تاوال از کجا بودی یک سال از پشتت میگردم برق گم کردیم اینم تو رو یافتم خدایا شکر که من امشب برق یافتم سر برق هم تا بعد مرا گفتن که در ولایت ها هست من سفر کردم در نامش ولایت مگم بالاخره یافتمش که در شبرغان هست سر اینی برق شبرغان هست سر خب الله شکر که پیدایت کردم بالاخره که برقم صاحب در شبرغان است در ولایت جوزجان در شهر شبرغان در شهری که نفت داره صاحب گاز داره صاحب همه چیز داره در زمانش صاحب برق و گاز از اینجا میرفت در مزار شریف در دیگه مملکت ها فروخته میشد حالا صاحب برقش گم شده بود اینه یافتم که برق صاحب در کجا در کجا در شهر شبرغان است اینه شکر یافته بشه شکر خدا شکر خیلی باش که من امیر غمشه بخورم اینه قربان شما حالی و دستی تونه انوز هم چالان است ایوز از این باید اینه سایم از این برق کنه امی علیکن خوب است که علیکن سه قرن پیش است باید از امی استفاده کنیم دیگه از برق صاحب نام برق نگیریم اگر ما صاحب صحیح
کار کنیم اینجا برقای بزا خوب میشه. بابا خدا سلام. یک کنده یخ در جوزجان 200 پس شام در ماه رمضان در نبودن برق، اگر برق باشه اینجا ماشین های یخچال همه پال است و نبودن برق از مزار یک برق ما از قندوز از کجا میاد ما مردم. مشکل برق داریم، مشکل بازسازی داریم، در شهر خود برای ما رنج میبریم. مور به شبرغان که اولین مشکل در برق لرو، مور تا یو گوره در جرخودق پروژه تا ورسی دوغن گاز لرو چه بسته افغانستان در برق ورکی، اما مور در شبیه علاقه این لگو. اولترین مشکلات ما برق است که بعض طفل ها میبینین شما در شفاخانه برین خاطر برق و مریضی های گوناگون دچار شدن. ما یک مطلب برتان بگویم که این برق سال تمام دوامدار به این حالت نیست. در یک سال فصل تابستان و فصل زمستان به این حالت مشکل اقلا یک ماه یک نیمه پیدا میشه و فصل بهار و خزان برق حالت نرمال خود میگیره. این البته وقتی است که زمستان بسیار سرمای شدید و تابستان بسیار گرمای شدید، این همیدی حالت مصرف لین از حد از نور بالا میره و بالاخره سقوط ولت پیدا میشه. بیندای عزیز، ای بود گزارش ما از شهر شبرغان ولایت جوزجان که ما تا جایی که برداشت کردیم اکثریت از جوانا مردم شهر شبرغان شکایت دارن از حکومت مرکزی، گویا حکومت مرکزی به مشکلاتشان رسیدگی نمی کنن و ادارات که مربوط ولایت جوزجان هستن اینا کم توجه هستن، بخصوص در این گرمای سال اینا سخت شکایت دارن از ناحیه برق که ما از ریاست عمومی برشنا خواهشمند هستیم تا این مشکلات مردم هر چیز زودتر در این قسمت رسیدگی کنن. تشکر از توجه همیتون. باز خوش آمدید. باز خوش آمدید. شویده شویده در رمضان برسید. باز خوش آمدید. دوست عزیز، دیدین که کاکا مخفی چی کارایی کرده بود؟ دیده بودین مچم خود نشان داد یا نداد؟ خب دوست عزیز، در این بخشی پروگرام ما یک نمایش داریم، نمایش جالب است. فکر میکنم همو انانسر در گوش ما گفت که در ارتباط بعضی از جاسیسای خارجی است که در افغانستان میان صاحب پول میگیرن از خارجی ها، مردم صاحب در نام های مختلف به زبان های مختلف به کارهای مختلف تشویق میکنن. شما و یه نمایش حتماً میبینن. بیندو عزیز سلام، در بحث امروزی خود ما سه تن از مهمان های عزیز و گرانقدر را با خود داریم که خودشان به زبان خود معرفی میکنن. این سه شخصیت که همیشه در کنار مردم، در پهلوی مردم هستن. ببینیم برنامه‌های کاری از یا چی است، اینا خود معرفی میکنم. تشکر. قسمی که شما میفهمید، من خودم عبدالحق هستم، به زعم خودم من خدمتگار مردم هستم، اما پیش مردم بعضی مردم ما را شاید دیگه چیزا خطاب بکنن، اون را دیگه پسان سرشان باز گپ خود زدیم. عبدالحق هستم، یک تن از خدمتگزاران مردم افغانستان بعد از این دوره ای که دموکراسی در افغانستان پیاده شد، من خدمتگزار هستم. تشکر ناظرک هستم. قسمی که دوست ما گفتن، ما هم یک تن از کوچکترین انسان هایی که به خاطر خدمت به این ملت و مردم از هیچ گونه سعی تلاش دریغ نکردیم و همیش در خدمت این ملت و مردم خود بودیم، با وجودی که مردم بسیار گپای تا بالا گفتن. مثلا تشکر دوست عزیز، یک خود معرفی کنید که تو داستان بریم. تشکر میکنیم از شما. در قدم اول میخوایم که خود شما به زبان خود بگوین، از شما آغاز میکنیم که خدمتگزاری شما برای مردم چی است؟ بسیار خلاص. ببینین شما، ببینین در ممالک خارج کس از تمام روزا بعضی چیزا استقلال خود از بعضی شخصیت های ملی خود تجلیل میکنن که در وطن ما و شما این از روز تولدی اینجا نه به هیچ کس تجلیل نکرده، اما جناب بادرک در روز تولدی ولادیمیر همی یخن پاره میکنه در اینجا یک چیزی پیسر است. ولادیمیر منظورتان از کیه سمیده؟ از ایلیچ. ایلیچ مکمل چه؟ بسیار میبخشید، عفو میخواییم ولادیمیر از ایلیچ لینین کبیر بگوییم. عفو میخواییم درست نیست. جناب ما یک عدف موره نگرفتین، مشخص خدماتی که شما برای مردم انجام میتین، خدمتگزار مردم در کدام بخش هست؟ من میفهم کیره شما را یه دکنه کده، من میفهم خودم، من میفهم اجازت از این است که من عریف خودم شناختیم. خودش ناق مردم است، سر در سر میکنه، از اون مملکت پیسه را میگیره مثلا نفر
چی خب بگم ده تومن میگیره ده کلدار میگیره ده تومن میگیره این اتهام است اتهام نیست سعی کنین مردم جمع میکنه تلویزیونی ما شاهد کردی هیچ کس مردم مردم جمع میکنه و پول میگیره به خاطر از اینکه خود به خاطر از اینکه خود پیش از اون مملکت وفادار نشان بده و بفهمه که یک شما مستقیم اینا رو جاسوس معرفی کردین خب قبول میکنین شما خود از اون چیستن چی کردیم؟ غیر اونم یک تصور دیگه چی کردیم؟ ببینید ما بر شما میگم که حالا دیگه گپ دیگه افشا شد وقتی که افشا شد باز ما باید افشا کنم گپ ببینید اینا صاحب وقتی که یک واسکت میخرن صاحب با چند؟ با 50,000 با 50,000 کلدار میخرن با 50,000 کلدار ببینید یک واسکت و نفری که خدا انتحار میکنه میفهمید اون رو چند میخرن؟ یک لک کلدار این میشه یک لک و 50,000 کلدار میفهمین اینا چند میگیرن از اون طرف میفهمین چند میگیرن چند میگیرن 5 لک کلدار خیلی با شما چی؟ خب پس خدمت میکنیم امور تقسیم میکنیم برای زمون مردم هایی که بخیزنی و مردم تظاهرات کنیم بخی ما اینی رو بگی تظاهرات کن چرا؟ نه یک دقیقه منه میکدم یک دقیقه من هم گفته میرم دوست عزیز شما سر اینا سند اینه که ثابت بسازن گپ شما را نداریم ولی اینا میگن که شما مثال یک جمعی از مردم جمع میکنین تجلیل میکنین سالگرد پوتین اینه سالگرد پوتین در افغانستان ببینین مشخص نیست مشخص برات نمیگم من نمیفهمم که شما چی گپ میزنین حرف شما چی است هدف شما چی است ما همین برنامه کاری خود شما خودتان تشکیل ما برنامه کاری ما این است که ما اکثر اوقات میخوایم که به خاطر بهبود وضع بعضی خانواده ها بعضی مردم هایی که در یک قشر منظم تحت چی ما کار میکنن و ما از جانب بسیار من نام افشا نمیکنم به خاطر از اینکه او یک ما افشا میکنم بزرگوار انسان است صاحب او همیشه گفته که وقتی که ما پول برات روان میکنم برای این مردم تقسیم میکنی اوش کنی که نام مر نگیری به خاطر از اینکه هر کس که نام یک کس را که کمک میکنه بگیره بازو دیگه کمکش نمیشه به او خاطر برمیگردیم با شما دوست عزیز خب میشه شما برنامه کاریتان مشخص برنامه کاری ما قسمی که همتر دوستا گفتن با احترامی که ما به اینا دارم ببینین فلسفه مارکسیسم و لینینیسم دیالکتیک به خاطر بیداری ملت ها بسیار گپای زیاد دارد ما وظیفه داریم یک ملتی که خواب است خواب بوده باید بیدار باشند تا که خواب ما فقط گفتیم به خاطر احساساتتان به خاطر روابط نیکتان با کشورها ببینید این فقط در اون زمان است اگر ما یک احساس داشته باشیم در برابر کره زمین باید بخیزیم مظاهره کنیم آره تو را چی در مصر؟ خود چما آقا پیسه را خلطا کده میریم آره مرسی تو را میشناسه ولی اگر افغانستان تا تاوال را میشناسه که در کدام سرزمین است در کدام مدرکی است غم مرسی را خورده رسی مرسی در چی کار هستی؟ مرسی تو چی کار هستی؟ مرسی در قاهره بیدار اونجا تحت بازداشت پولی چی هست؟ تو از اینجا دفاع میکنی؟ خود نمیدونی؟ تو وطن خود جور کن تو نمیدونی؟ نمیدونی تقیم کنی؟ کسی که تقیم تقیم کنی؟ چشم تمام یک نفر پیسر هم میگیرین به خلیم میشه پیسر هم میگیرین سب جاسوسی میکنین دو سال یک نفر باره که خودش باشه پیسر هم میگیرین خب مردم دادن تو نگیرسی یک دقیقه دو سزیز مکمل پیسر هم میگیرین شما بیشتر یادآور شدن که یک از شخصیت ها بر شما پول میتک شما نمیخواید نامش افشا کنید بله آیا دولت ما حکومت ما در جریان است دلار شما همین پولا را که از عرصه تان از کشورهای خارجی میگیرین به چی نام میگیرین از کشور ما پس نمیگیرین ما از کی میگیرین خودشان میتم اون را چی شما برای کی حساب میتین پس ما چی رو بگیم ما مردم را تقسیم میکنیم ما تقسیم میکنیم همین پولا که میگیرین برای کی حساب میتین تظاهرات در نظر نمیه که ما روزی ببین همون تظاهرات را کی نام را مندازن چند مصرف دارم شما به خود باور کنین که ما تلفن میکردم که تظاهرات کنین به با مناسبت این تو یک روز اموش هم گیر کردم یک روز مشخصی که یک مربوط به ما نیست ما شخصا خودم بادرک از این چشت همین تظاهرات که چند وقت پیش ما مردم را تشویق کردم ما میفهمیم که تقریبا نیم موتر آب مدنی میخریدیم این مصرف نیست پول نه بس هست چهار موتر که گرفت چه خیر است که دم چهار موتر گفته میشه در تظاهراتی که شما رام اندازه نر گردمایی را شما بلک ها افغانی را تنها بیرق و شعارا و رکلاما و چیزا او بده رگه بود تو نکنی کس مصرف ها بده پیسه نمیده نکنی ببینین نمی آدم اینه پیشوری مست ببینین برازی داده شد سه نفر ده دلار که باید تو تصاورات
میفهمین چند داده نر نفره؟ $2 این نمیره خواهی سعی سیناره دلار کی داده برش؟ خود دلم از خودش پرسن همین ده دلار برای شما تو من خباش بکن از یه ورزه بیتونم باش تو من خونیست که من جواب بده وی چی خونیست هست؟ ریال خونیست که من جواب بده از مردم جواب بده نگرفت گرد از مرسی میزنه یک دقا مرسی تو رسیده مرسی یک دقا تو رسیده بشار اسد چرا او برادر لینن کبیر گفتت شما به خاطر بیداری مردم جواب خدا نگرفت یک دقیقه مردم جواب خدا شما کی هستن؟ چی هستن؟ چرا ما را خواستین؟ یک دقیقه یک لحظه ما بشناسیم که شما کی هستین چی برنامه دارین؟ ما در اون گپاره نظرین ما بایرزین آمدیم که شما در روی ما یک چهار پس پیش کسی کلال آرام میگیریم اون رو در روی ما بکشید میتیم نه من بوره خم نبرم ما دیگه دارم نه دمیز اشتراک میکنیم نه دیگه ما خلاص شد پدل تا بلا کنیم تو پدل تا بلا کنیم برای برای بیا بی تلویزه ریزه برای برو خدا که آدم شما بالاخره برای کی حساب میگیرید خدا که آدم میزنه این یک کم میشنه سعی کنه سر ما ادامه کنه خودش کنه تو پیسه را میگیره و و و و و دوست عزیز سوال آخری ما امی است که شما امی سالگرد ما خبر شدیم در جریان هستیم سالگرد یکی از خانمای یکی از رئیس جمهورا رو شما در اینجا تجلیل کردین گردمون زورتون چرا به کدام حساب کردین چرا شما رو زور میدین چرا زور میدین مردم باید بفهمه که شما کی هستین مردم نیست مردم چیکار است قانون نمیره برای ما دموکراسی دموکراسی او بیاد گپ سر پیسه شو پیسه بتیم تجلیل میدین شما حاضر نیستین بر مردم افغانستان حسابی بتین حساب چی بتیم بدر ما قرضدار ملت نیستیم ما خاص سلام علیکم ما خاص دولت نگرفتیم که حساب ملت نه تو رسیده مرسی خود پوتین گفته تو رسیده پوتین لینین کبیر گفته آره تو رسیده لینین بخی بیادر بخی بیادر فقط بگه رقم مار 100 میلیون تومن دادیتا وی دلار دادیتا باز خوش آمده نمایش عزیز نمایش دیدین در یک قسمت برنامه دیگه ما دیگه جنجال نمیتیم من پرگوییم نمیکنم یک قدر گب هم نزن سر هرچی سبسورم نمیکنم در یک قسمت برنامه سعی کنین محکمه سروی مکه سروی آخری سر خیلی روزای خوشید برای تان تمنا داریم آرزو میکنیم دوستای عزیز در این بخش برنامه چون لحظات آخر برنامه است ناگزیر با شما خداحافظی بکنیم در قدم اول بعد از اخبار دیدیم که یک اشپاراسی بسیار خوبیشان بود یک سوپرستار ما از خارج آمده که هم در بالیود آلیود بود هم سایی با آوازخان بسیار خوب بود جلوفر لوپز گرفته بود خب برصورت دوستان لحظات آخر برنامه است ناگزیر با شما خداحافظی میکنیم شما ببینین محکمه سرایی بدون سرحد مشهور به بغرنه و روزای خوشید داشته باشین شب و روزتان خوش تا هفته آینده خدا حافظ و نگهدار کلتان بید پیش از پیش برای شما دوستان تبریک عرض میکنم تا برنامه آینده ای که باز در خدمت شما هستیم تک تک شما عزیزا را به خداوند یک تام سپارم شاد خورم سر حال باشین خدا حافظ یار و یاور شما به اجازه حضور در مجلس سارنوال معذف وکیل مدافع معذف نامده تا بالا مدبرتی های گرامی امروز محکمه صحرایی بدون سرحد مشهور به غرنه خیش را آغاز می نماییم در آغاز جلسه باز یک شعر الهی خود تو میبینی چه ها شد بهشت مامنم یک سر فنا شد به دست دشمن صفاک خون ریز به دست دشمن صفاک خون ریز زمینش خون گرفت و نینوا شد جناب رئیس خداوند یک لحظه کمتان نسازد تشکر سب آلی از وکیل مدافع خواهشمند هستیم که متهمه همراه خود گرفته بیاره که متهم چی کار کرده مهربانی بفرمایید بفرمایید سلام گرستیم خدا داریم بس مشکلات تاناستیم گرستیم بابا شما داریم علی مشکلات برای خدا داریم برای
گوش کن وقتی تنها سر کنم کجا برای رئیس به من متهم هست متهم هست خوب یه رسید برد بله مشکلات دارم. بیشی. مشکلات. مشکلات. بیخی آزاد شده پرشان. بیخی آزاد شده. سلام است. جدایی نیست تو اینجا ما. آره برادر امروز همی وقت محکمه صحرایی بدونی سرحدی ما رو چرا به خاطر از تو انسان ها گرفتین قربانی شو. یا خود کده این رسته شده جناب رئیس سرش. خب. شما میفهمین دوسیه شد شما یک دفعه ما براتون قرائت کنم شما میفهمین. اینا متهم هستن. جنایت تاریخی انجام داده. بله جناب رئیس. بفرمایین. دوسیه نمبر 999 قورمه‌ای توأم با گرد و خاک مربوط به انور تربوزخور ذیل خدمت شما قرائت می‌گردد. یک، متهم انور تربوزخور با وجود فیصله شورای وزرا که قبلا فیصله گردیده بود که تگدی نباید در جامعه وجود داشته باشد. یک دقیقه صبر کو. مبادرت به قانون شکنی ورزیده، نه تنها خودش بلکه تعداد اشراکایش نیز دست به گدایی زده. فیصله شورای وزیران نقض کردن. یک به به. دو، متهم انور تربوزخور در هنگام گدایی از پاچه چندین نفر محکم گرفته که در اثر این محکم گرفتن و کش و کوب پتلون دو نفر از آبرین خطا خورده، لط شده، به زمین غلطیده، لط شده سر، لط شده و باعث آبروریزی این دو نفر در محله آن گردیده، زیرا شخص اولی به نسبت گرمی او فاقد نیکر بوده. به 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 به. سه، متهم در تحقیقات نهایی خیش از فعالیت مشکوک ضد دولتی تعداد از خارجی ها به نام که در تحت پوشش گدایی یا تگدی فعالیت میکنه نیز خبر داده. و در این حالت حیثیت حقوقی یک جامعه برباد رفته و هر خارجی که میان به طرف این کشور میبینن میگوین افغانستان یعنی مرکز گدایگری و گداها، حیثیت حقوقی کاملا از بین رفته. در پرتو حکم قانون هر آنچه قابلیت تطبیق را دارد چیزی که سب حکم کنین. تشکر از شما. تشکر از شما. اینا نو خبر شدیم یک زمان در جهان آوازه بود که افغانستان مرکز تروریسم، بله، مرکز مواد مخدر، حالی که تبدیل به مرکز گداها شده، به فکر من که یک ذره خوبتر شده. نظر به تروریسم دفاع اینا که خوبتر است. خب تشکر میکنیم از سرنوال معذب، حالی از وکیل مدافع دست پایان برد و ها که ریسو نیست که سایلم کنید و مره برام خودم هنگ ده خوشه بینم تو بیشت دستازی ها مره. خب آلی از وکیل مدافع متهم خوشمند استیم که برای دفاعیشان اگر چیزی داشته باشه در محضر عام و مطبعاتی های عزیز قرارت بکنن. تشکر جناب رئیس برازی که بر ما وقت دادین. اولی که تمام اتهامات که سرانواز معذف همکار خوب ما بالای معکل ما وارد کرده کاملا 100% ردش میکنم. به دلیل ازی که سرانوار صاحب معذف مستم بیدی که بشه از وکیل مدافع خودم خیرات بدم. سرانوار صاحب معذف در دوسیه خود گفت که دو نفره به اساس کشمکش پدلونشان پایین شده. بله. در قدم اول که تصاویر وجود داره پدلون نبوده و پیرن تنبان بوده، یعنی تنبان داشته. بله. مشکل معکل ما نبوده، تنبان از را معکل ما نمیفهمیده که لاشتیکی است. آها. مجرده که دست میندازه به خاطر خیر گرفتن یا گدایی تنبان از او پایین میشه. جناب خواه خلاف قانون است. ما اعتراض دارم. مهم نیست که پتلون است یا تنبان است. پتلون کمربند داره جناب سرانوان. هدف از لط شدن یک نفر بی سی رد شدن یک انسان در معنی عام است. میبا چرا تو از پایی چیش خواهیم بگیری؟ خب بتی بر نام خدا اگه داد کوب نداد چرا کشت بکنی؟ جناب رئیس بر دفاعش چی داری؟ بر دفاعش اینه میره دارم که معکل من مجبور است، ناچار است، در داره میره در حالی که سند تحصیلی داره کس کارم نمیتش بالاخره چی کنه؟ دوزی نمیتونه مجبور است گدایی کنه. ما نمیدونم که گدایی کنه جناب رئیس. ببینیم تنبان مردم ها چرا میکشه؟ چرا یعنی دلیل چی است؟ این دست ما اکسایی چه دلیل است؟ اینجور است! آخه! نکو! نکو! چون رسیده است؟
نگی، غرض نگی. پیشه قرار دادن جناب. جناب سروال، کسی که او دست خدا پیش بگیره که بلام خدا بته، یک رو بد دادن نمیتونی دست چه چرا قد میکنی مشکنانی؟ مکنه من، جناب رئیس استغانه شکسته باشه جناب رئیس. ما عکسش گرفتیم. خوش شما بشینین، تشکر. خلاص شد گپایتان؟ ما همه قگب داشتم رئیس. خب، با در نظر داشتی بیانات سارانوال و استماع دفاعی وکیل صاحب مدافع در جلسه امروزی، با در نظر داشت فقره هرچی دلت خواست همو تو بکن، فیصله زیل ابلاغ میگردند. اول از اینکه متهم انور تربوزخور فیصله های حکومتی را نادیده گرفته و ضمناً در حین جناب رئیس با بزرف عادت کرده جناب باید بیستر شد احمق در حین اجرای عمل گدایی بایستی افتادن تنبان عابر جاده گردیده تو مجرم شناخته شدی، امروز مجرم شناخته شدی. دو، تمام کسانی که قانون منع گدایی را تصویب نموده اند جهت پاسخگویی در یکی از مطبوعات های با اعتبار و مناظره تلویزیونی حاضر شوند. سه، تمام افراد و اشخاص با تجربه می توانند یک کورس و یا انستیتوت گدایی را باز نمایند تا در آینده باعث افتادن تنبان آبرین نگردد. بله. به می خاطر ما حکم بکنم که هرچی زودتر برای کسایی که تقاضا دارند جواز یک انستیتوت بله. یا یک کورس را کورس گدایی را برای همو کسایی که شایق هستند که کار بله. باید پروفشنال تر شود بله. خوب تر شود که باعث کش کردن تنبان مردم بله. و یا پتلون مردم نشود بله. چرا؟ از خاطر گرمی، از خاطر خاک اکثریت مردم تنبانهایشان لاستیک دارد بله. و اکثریت پتلونها هم کمربند ندارد بله. از او هم کشکیستند بله. خب، چار متهم انور تربوز مطابق بند 700 فقره فقر اقتصادی به مدت 6 ماه به بند محکوم بوده و از مسئولین خواهش مندیم متهم را با جایگاهش منتقل سازد تا باعث عبرت سایر گداها شود و بکش برو در بندیخانه پتلون مردم بکش. شش ماه حبس هستی. برای ما خو کدام جرم نکردی؟ دهی فکرم نمیش که رئیس هایت میام و سپتا دارایت سیم گفتن برای ما گفتن تلفون که دارن گفتن که ما تو بیگناستی تو را اگر محکمه هم کنن من خلاص نکنم بزوری پیسه شد یا نشد خب تا پیش از خلاص شده؟ برای خوبش کدی که با فاما یک نان چند فتیر است. دوستای عزیز، جلسه امروزی محکمه صحرایی بدون سرحد مشهور به غرنه خشرا در همینجا پایان میبخشیم با امید از اینکه در وطن ما هرچی گداها از زیادتر شوه و پروفشنال تر شوه و از پاکستان هم بیه، از ایران هم بیه، از کل کشورها بیه، بانند مور و ملخ در کشور ما بین گدایگری کنن تا ما ببینیم به عنوان یک کشور گدا مشهور شویم نه به عنوان یک کشور تروریسم و مواد مخدر. و السلام علیکم و رحمت الله.